آه شت چطوری زیبایان؟ دمت گرم، دمت گرم آقا، ریسپکت. آراد سویل اقتصادی، سویل اقتصادی، دو سویل. آقا خیلی باره، یه مثال بودم پشمات بریزه. دختر که از هم باش بودم خیلی وقت پیش مشکل خوردیم، تموم شد رفت. بعد یه مدت هم نگرد این میگه تو خیلی پسر خوبی. میگم اه بابا، پس اون موقع که با هم بودیم چی؟ چرا اون موقع هم اینو نمیگفتی؟ میگه تو خیلی پسر، چرا عصبیت خود بگوهی سر دختر؟ میگم بابا یزید من، تو خود دادرو دیگه گذاشتی رفتی، الان تو خود اومدی مثلا به من ادوایس میدی که تو خیلی پسر خوبی. خب بابا دمت گرم، میگه یزید من. میدونی چی میگنی؟ همه جوره ما رو میگن، چه باهاتن، چه باهات نیستن، چه اکستن، چه اکست نیستن. خیلی عجیبه برا من این داستان. ده گفتم چیز فارتیشون عصبیه که نمیشه ترک بشه و سوسایتی توی دو و سه جنریشن عقب دخترها رو داغون کرده. حالا من مال ایران رو توضیح میدم که مال خودمونه. بابا به دخترشون چی میگن؟ عشق منی، بابا همیشه بالا سرته، کسی نگاه کرد بیا پیش من، ایشی تو خودم رو بخوره. بیبی بیبی، یعنی بچه رو بیبی میکنه که بعد من پروتکتت کنم. من بابا دارم. آره. بابا اینجا این کار نمیکنه. مامان به مرد بها نده، اگه یه بار قضاوت کنی تا آخر اون باید توشاسمونه باشی. یک اینا آدم های پستی هست، چیزی که مانیسی مانیتی گنده میکنه. بعد تلویزیون نشون میده مرد موفقه که میاد خونه گل ریخته، زنش رو سپرایز کرده با شمع و یه دونه علاس رو خرج کرده فلان. سو ما همیشه داریم اینفورمیشن اشتباه از همه جا میگیریم. بابای داره میگه دختر رو باید پروتکت کنی، دختر داره میبینه که مرد یعنی این، مامانه داره بهش میگه که به مرد بهانه ده نرس رو میکنه، تلویزیون داره میگه تو من خانمان زن باشی. خب ما میام تو این بازی نمیدیم. اگه یه دونه انسان رو تو قدر بزی بینید ده تا میمون، وقتی اون انسان بزرگ میشه میمونه، یه میمون تخمی، نه به صورت نه به صورت اون نمیتونه بدوه، نه میتونه بابا باید زبون هم یاد بکنه. یه میمون تخمی خدا بگم چیم، یه میمون ها مثلا میخوام بگم میگن شبیه سوهل اون یاد شبیه مستره کنه. یه عزیده من همجا بسرم دارم جیم میخارونم. اینجوری که من مهندشم شکم کامپیوتر کرید کردم. ما رفتیم راجب خوشحالی من صحبت کنیم، داشت رفتیم تو رابطه دیدی الان نرسیم به تراکتور سازی کرد گفتم. پس که اینطور دل تو هم بر همون سوه. آره مثلا این دختر رو باید کنترل کنیم. دختر اگه کنترل نکنه کنترلت میکنه. این نظر شخصی بنده است. به نظر من تو رابطه یکی باید کنترل رو در دستش داشته باشه. رابطه دو نفره است، بده رسون داره. خشی گفتش که در رابطه دو نفره است. مثلا گفتم اوکی، یه دختر چه پارتیشو میگیره؟ گفت مثلا سیچوشن قضایی دختر کنترل میکنه. گفتم درسته، یه کپتان توی یه کشتی آشپز رو هایر میکنه. آیا کپتان آشپز یا آشپز نیست؟ کپتان آشپز نیست، ولی کپتان آپشن داره آشپز رو عوض کنه. کپتان آپشن داره بگه آقا فردو فقط بیگه مده بیده. به تو خواهم که دستن تو مسئله سوی اصلا یه کنترول مرد باید بگیره دستش کاملا. یه نفر یا زن یا من. یا من اونایی که میان به نظر من میگن که ما با هم 50-50 ایم، زن کنترول داره، مرد رو داره، اوکیه با این احمقی مرده. یه اوکی آقا فکر میدونم با 50-50 میگه شب بریم سوشی بخوریم، من دارم سوشی خواهم میگم آره. این فکر چویسه ایشون بود فهمیدی؟ ولی چویسه اون نبود، چون این اوکی بوده. منم مثلا یه خونه رنوویت کردیم. ببین آخه خیلی دزدی نیست کنترل کلا به دست خانم بعد دست خانم دیگه زندگی به فهمم واقعا جدا دست مرد بشه. چون یه دیدی تو خیابون سگ صاحبشو میکشه، یه سگ بغلش را میره، سگ نجاتش یکیه، اون ترینر داره میرینه تو اون سگ. من شخصیت دختری همین چیزی میبینم، یه ترینر لازم داره، ترینر خوبی باشی پشت را میره خوشحال، ترینر بدی باشی میکشتت ناراحت. ولی خب دل خانوم هم خیلی هم مردا پره، یعنی الان کسایی که این پادکست رو من بی اعتراض میخوام به خانوم ایرانه. اون خانوم ایرانه چون کشور دست پاشون بسته. من راجع به خانوم ایران صحبت میکنم. دقیقاً بحث راجع به خانوم های داخل ایران و اینا نیست. هر کسایی که اینجا ما اولش هم گفتیم آره دختره که اینجا، خانوم هایی که خارج از ایران هم، ایران که اصلا کلا بحثش فرق میکنه. مثلا این آدما به نظر من الان دیگه باید، یعنی تو رابطه من تنها کسایی که رابطه‌شون خوبه کسایی که لیدر دارن،
حالا یه سری لیدر رو میبینن یه آدم راف عصبی که نه لید توی کمپانی سی او مثلا اپل مونده دارن فش میده اصلا مردم، نه خیلی همه دوستش دارن، مشکل همه رو حل میکنه، با همه میشینه حرف میزنه. لیدر یعنی این لیدر کار آسون نیستش که مثلا تو بگی من فقط من رئیس من غذا میخوام. خب نه، اگه غذا نیست تو در حساب خونه بخری که گاز داشته باشه، تو برای غذا بخری خونه شرایط رو فراهم کنی، بعد میتونی بگی من مثلا غذا واسم درست کنم. من الان یه هفته دو هفته هر روز واسم غذا درست میکرده بود، بعد یه روز درستن کرد، یک قرف شاید من تو خونه انداختم که باور نمیکنی. میگم یه روز غذا درست کردم، گفتم ببین یعنی چه روز غذا درست کردم؟ دوست من یه روز فقط کتک بزنم، ببینم یه روز کتک دادم نیست، هیچ کار نمید بکنی. تو وظیفت اینه که تو کپتن گفته تو آشپزخونه دستته، از آشپزخونه باید روزی دو وعده غذا بیاد بیرون. به نظرت یه وظیفه چیزه دیگه، نمیدونم من آخه من میگم چرا همش باید آشپزی کنم؟ آشپزی نکن، اگه زن خوب روغن عوض کنه روغن عوض کنه، تو آشپزی کن. ولی باز لیدر تصمیم میگیره. اوکی گرفتم. میگه چرا عزیزم تو آشپزی کنی؟ من نصف قیمت دو برابر ساعت تو، من شف رمزی ام، چرا تو میای آشپزی کنی؟ من باید آشپزی کنم. گرفتم چی شد؟ تو برو استراحت کن. اونم باز لیدر تصمیم میگیره. میگه همه تو میگی لیدر، میگن که او تو میخوای مردسالاری باشی زور بگی، نه تو میخوای لید کنی. لید کردم کسی که نشسته داره آهنگو اینطوری میکنه، مگه زور داره به کسی میگه؟ داره لید میکنه به هر دو میگه نوتا حواسشون باشه کی کجا باشه، اگه افتاد بتون کچ آف کنه. خب حالا من یه پوینتی میخوام برسونم، حالا اینو بگم آخه من حالا توی سری چیزا تو نمیدونی زن خوبه یا نه، این خیلی مهمه. مثلا ما خونه رو رنوویت کردیم با هم، من گاو نمیفهمم، اون از گاو نمیفهمه. خدا هستی بریم تو این بازار، من فکر می‌کنم انقدر می‌دونم که بتونم کارا کنم. نمیدونم رفتم تو، من گفتم دیوار سفید می‌خوام، اون گفت سیاه می‌خوام، گفتیم سیاه. اون گفت من می‌خوام زمین رو، گفتم زمین رو سفید کنیم، اون گفت سیاه، گفتیم اوکی سیاه. هر چی که اون خواست رو من انجام دادم، یعنی چیزی که با هم بودیم و با هم کردیم، هر چی که اون خواست من، چون من نمی‌دونستم، گفتم جفتون زر می‌زنیم دیگه، بذار راه این بریم چی میشه. به فنا رفتیم. یه ویدیو دارم که توش میگم 2 میلیون دلار ضرر کردم، اگه خواستی میمونو نگاه کنی. وای خب بعد که این موضوع تموم شد، نشوندمش به عنوان لیدر فامیلی، گفتم که عزیزم من بعد از اینکه خونه که ما هم به فنا دادیم، فهمیدم که شما شعور رنوویشنی نداری، واسه همین دفعه دیگه اگه با هم یه چیزی رو با هم موافق نبودیم دیگه فقط نظر منه، نه 9 از 10، 10 از 10. کپیش؟ گفت اوکی قبوله. یه خونه یه شمه نوید میکردیم، خواهر شمه نوید میکردیم، ببین تمام خونه رو کندیم، هیچی از خونه نمونده. خب همه چی خونه نمونده، توی هموم کاشی هست. خانم هم میگه آقا این کاشی ها رو بیا عوض کنیم دیگه. میگه همه چی عوض کردیم؟ گفتم نه، کاشی لازم نیست عوض شد. چرا؟ نمیخواد عوض شد، چون من دارم اقتصادی فکر میکنم. گفتم اگه من بخوام این خونه رو به سهیل اجاره بدم، سهیل نمیخواد این کاشی من میدم. من هیچ یک دلار اضافه من اجاره نمیتونم بخوام اون کاشی بگیرم. تو من این کاشی رو عوض نمی کنم. رنگ کارو من با آقا کاشی تو عوض کن. من یه آدمش رو گفتم نه. اسم زمین رو دوباره تمام زمین رو شمرد می کردم. من اینو میخوام اصلا بکنم. بعد اون کاشیه مثلا که مثلا 1 متر در 2 متر، همون کاشی 3 متر در 4 متر تو آشپزخونه است. یعنی ما یکی اولین داره اونا رو همه رو میکنه. بعد داره میگه آقا من اینو، بعد یکی میگه آقا من عجله اینو میکنم برات. بودم نه، خونه تموم شد، ساختیمش، دادیمش رفت، یاد نشستیم با چه خوب شد اون زیرو کاشیش رو عوض نکردیم، ما هیچی فرق نداشت. حالا من زورگو هم، یکی میگه آره یکی نه، میگه نه. یه موقعی پوینت حرف ما رو تو اون لحظه نفهمیدی. من همیشه میام دوستات هم میگم امروز اگه من دارم یه چیزی به تو میگم، یه چی میدونم میگم. مثلا شاید تو 2 سال دیگه اصلا به نتیجه برسی، ولی مقاومت کردنه چیه؟ حالا همیشه به خانوم هم میگفتم، نمیدونم چی شد، مثال واقع شدم نمیاد. گفتم که آقا لیوان بیا سیدرو ببریم بیرون، چون که شیشه ازش نور رد میشه، چایمون داغ نمیشه، نوشابه آب نمیشه، لیوان سیاه نبریم. بعد خانوم هم میگه نه سیاه ببریم. اوکی سیاه ببریم. بعد سیاه میگه این نوشابه گرم میشه. فهمیدم که گرم شد. میگم خب اون لحظه که من گفتم، تو اصلا چرا میای تو بحث؟ مگه من تو نظر خواستم؟ من دارم اینو بیاریم، یه دلیلی داره که دارم میگم آقا این لیوان سفید رو ببریم. من بهش گیر دادم، گفتم به من توضیح بده چرا گفتی لیوان سیاه. بعد هیچی نش بگه، گفت فقط پیوری واسه اینکه برعکس من بگی و احساس کنی تو همونجور داستان هستی میگی. چرا این کارو میکنی داداش من؟ بعد چرا خوشگل‌تره؟
قبول داری؟ قبول دارم. چه خوشگلتر این میبینن میگن خب اینو ببرین اینو شما هم خوشگلتر اینه این چاکیریه. بعد من بهش چند قبضی بیام تاده بهش گفتم از این به بعد من بگم آبی تو بگی سیاه دیگه من فقط آبی رو برمیدارم چون من عرفی مثلا میگم بریم چپ یا راست میگه چپ و میگم چپ بگاه میدیم میگم چه گفتی چپ؟ نمیدونم. آره میگم چه نظر میدی وقت نمیدی حالا یه قانون هست این روان پزشکی خوب من شروبه رندوم بدن به درد میخورم نه با خیلی با حال اتفاق شروبه چیه؟ یه چیز هست که میگه آقا مغز بیشوره بعد من الان سعی میکنم به سوهل ثابت کنم که مغزش بیشوره دارم به قبلش میگم سعی کن خودتو بیشور نشون ندی قبول؟ سوالم خیلی ساده است من یه سوال میپرسم به من یه رنج جواب بده اگه بهت میگم فکر میکنی من چند سالمه بعد بگی فکر میکنم بین فلان تا فلان 20 تا 23 اوکی لطفا تو همون رنج بعد مثلا مثلا میبسیم بگم میزم میگی شدم 35 تا 45 اینو به من جواب بده همین یه سوال یه سوال داری شده میپرسم چند تا کشور تو آفریقا داری؟ چی بگم آخه یه رنج بده رنجش هم نیا خیلی بدم تو اینجور چیزا بین 15 تا 30 تا خیلی رنج زیادیه نه اوکیه مگه نمام چه رنج رو بگیم محدودیتی ندید بین 15 تا 30 خیلی ضعیفه ولی خوبه همینه اون داد تا سی ما خیلی تو این گیم بدم خب ولی الان آردی ثابت کردی که مغزت بیشوره مثل تکت آدمای دیگه کره زمین یه آدمی که اگه مغز عاقل بود میگو بین 1 تا 2 بیلیون 100 درصد درست بود عددش مثل که 54 خب 100 درصد درست بود اگه خیلی می‌خواستی سافیستیکیتد خودتو نشون بدی گفتی اوکی من که جواب سوال نمی‌دونم ولی من می‌دونم تو کره زمین 220 کشور وجود داره اوکی میگم بین 1 تا 250 200 درصد درست گفتی ولی گفتی بین 15 تا 35 یه رنجی گفتی که اصلا جواب توش نیست چرا نه 15 است نه 1 هست نه اون آخرش هست چرا چون مغز کلید می‌خواد بگه من می‌دونم من می‌دونم خیلی بال بود تا سالش خدایا منو بکن اصلا مغزه چون ما تو جنگل زندگی میکردیم و باید مثل میمون رفتا میکردیم تو وقتی یه پلنگ دنبالته وقت نداری بشینی راجع به این دیپ فکر کنی وقتی داری میدوی بعد یه صخره تموم شده پشتش هم یه دونه آبشاره تو وای نمیسی نگاه کنی بگی تو یه ضرب میپری چون مغزت میگه اگه وایسی اون خوردته جواب بده میتونی میتونی میگه جواب بده فقط آره همیشه تون تون به تو جواب بده واسه همین تو این سوال ازش میپرسی نمیتونه لاجیکال عاقل بهش فکر کنه این آدم احمد من میدونم جوابشو 15 تا 30 بچه‌م اشتباه میگه ولی دقیقاً بعد تازه ناراحت بودی میگی رنجم زیاده بعد کمتر بدم که بیشتر نشون بدم میدونم اصلا این نیست دقیقاً بعد برعکسش بشه عجب اینجاست که پس ماها میراد داریم یعنی ما هم اینجوری خانوما رو رد خانوم مغز خانوما هم همینه واقعا مغز کلا همینه همه این احمقی تو همه آدما آها تو همه آدما حالا یه چیزی من نشون بدم رنجش تو مرد بیشتر نیست فکر نمی‌کنم چون هر کی سوال ورزی شما میگه حالا یه دونه چیزی میخوام بهت بگم پشت بریزه میدونستی تو رانندگی نمیکنی مغز رانندگی میکنه یعنی اینجوری که پشت فرمونم تو نیستی مغز من نیستم مغز حالا بهت ثابت میکنم تو اتوبان داری رانندگی میکنی شکل رانندگی بگیر یه ماشین داری رانندگی میکنی چیز راهنمات هم این بره پایین بالا تیم خود بزنی داره لین سه تو اتوبان برو لین را... دو سامدو نه سه بودم سره آها اوکی درست سه بودم رفتم زدم پایین چند مردی چند چند رفتی تو آقا دیگه چه ببین داری مستقیم میری ماشین داره صاف میده بعد تو میخوای لنت رو عوض کنی میری راست ماشین داره کج میده خب حالا رفتی لنت دو حالا بعد دوباره ماشین رو صاف کنی تو لین دو صافه تو صاف نکردی تو گفتی هم هم پس تو رفتی لین راست و صاف کردی رفتی اتوبان بیرون اشمام یعنی لین چینج نتونستی الان ریاکت کنی چقدر عجیب بعد از اینکه دارم بهت میگم میخوام بنشونم مغزت احمقه
خب واسه این مردم اینو واقعا نمیدونن که فکر کنم واقعا باهوشیم. یه دکتر دست خلاف قشنگ میزنه میگه دلیلی که ما فکر کنیم باهوشیم اینه که ما تصمیم گرفتیم چی هستیم. یعنی مثلا یه بینگ دی میگه اصلا امکان داره ایلینا اومدن تا دیدن هیچ حیوانی هنوز انقدر ایوالو نشده که ما با شرف زدن رفتن. نمیگه در این حد ما میتونیم بیشور باشیم و نمیدونیم. ما فکر میکنیم خیلی باهوش‌تر از حیوانات دیگه ولی میگم مثلا ما خیلی کلتر از این حرفاییم چون ما داریم تصمیم میگیریم چه اتفاقی داره میفته همه چیو بعد دامون هم چونه خرابواره میکنه بعد اینا نشون میده که آقا از مغز باید بترسی بعد همش داره به تو اتاد شما میده وقتی مثلا تو میخوای دختره رو بوس کنی چون ناراحتش کردی اون مغز رو اشتباه میخواست اصلا سلوشن بده نداد من میدونم دختره سر مفت زده من باید ایگنورش کنم یا دختره دو هفته سه هفته دیگه میگه خایمالی ما یا بره پی کارش بره دیگه اگه میخواد که میاد اون کار اشتباهش رو میذاره کنار ولی ما سلوشن رو میدونیم میرم باید زنگ میزنم میگم خانم نه ما همش پیسی میگفت فکر میکنیم راهش اینه مغزه داره به ما راه حل میده ولی راه حل بلد نیست مغزه حتی نمیتونه رانندگی کنه دقیقاً اشتباه میزنه دقیقاً داداش درست میگی خیلی باید بیشتر رو خودمون کار کنیم ولی سوهی بس واسه همین وقتی بهت میگم خوشحال باید باشی خب این اطلاعات از کجا میشه کسب کرد یعنی این بیشوری و این احمق بودن و این کل بودن و همه که باهوش نیستن هم خیلی احمقن تو این دنیا گفتی چند درصد همینا من مثل اینکه با قانون مثل اینکه 97 درصد 97 درصد احمقیم خب 3 درصد مغزشون سبودی شده بهتر میتونن بفهمن خب. یه خورده اون 3 درصد اصلا میذاریم کنار تو بگو 97 درصد بگاه وضعیت این 97 درصد بعد چیکار کنن که از احمق بودن در بیان یه خورده الان از حرفای زشته ولی واقعا پادکست رو این خیلی باید نمار کنن حالا من گوره پدر من به این آدم باشور با حسابی پیدا کردن گوشم من هر روز یک ساعت به خودم قانون گشته بودم که من روز یک ساعت مینیمم باید چیز یاد بگیرم آخه میدونی چیه یه جای کار ما ایراد داره ما الان مثلا این پادکست رو گرفتیم مطمئن باش زیر این کامنت ها میکنن براتون نه مطمئن باش من از اینا زیاد دارم ببین میان میگن تو به خانوما فلان گفتی اصلا پوینت حرفو به جون مامانم برو بخون من از این ویدیو دارم میفرستم نگاه کن کامنت شادی هست ببین خودت کامنت خوبم هست فقط کامنت خوبه واقعا پسرا همین مرسی دخترا میگن سهیل خدمت راز ما رو نگو به این پسرا او سهیل درست میگه من دخترم ولی حرفاش درسته خیلی سهیل داری تو میدی ولی حرفات درسته سهیل تک تک دخترها اینطوری نیست ولی من دوست زیادی نیکی دارم ایور خب این خیلی خوبه بریم بخونین من دختر آوردم باش بحث کردم باش بحث کردم که خانم من میگم بگو خانم گفتن راست میگه ولی واقعا میگم اونایی هم که توجه نمیکنن فوکس کنید رو حرفایی که داریم میزنیم یعنی دیتیلی واقعا بشید بهش فکر کنید آره شخصی نگیرید اصلا از این زری که اینجا شیر شد چیش میتونه منو کمک کنه ببره بالاتر تو زندگی یعنی دختری یه خورده ما رو بهتر بفهم اگه پسری تو دختر رو تو بهتر میتونی حرفا ما بفهمی اکثر پسرا مشکلی که دارم سن 23 گیر دخترای اینجوری میافتن و دختر میگه چون تو پول نداری ما اینطوری بعد پسرا میگن اوکی پس من وقتی پولدار بشم همه مشکلم حل میشه وقتی پولدار میشم مشکل حل نمیشه چون دخترها سایکل اون سایکلاسشون رو دارن من چون خودم پول داشتم و این برای سرم اومد از تو یاد گرفتم اوکی چون اگه من پول نداشتم خب میگم بعد وقت گذره ما یه ماشین نداریم گفتم راست میگه دیگه من مثلا فلانی یه ماشین خریده یه هوندا خریده من ماشین ندارم حق داره قور بزنه واسه خود دلیل درست میگه که چرا داری به دختر حق میدی چرا چون برعکس تو پسر بالاست وقتی دختر داره دیوونه بازی در میاره تو میخوای به خود ثابت کنی دیوونه نیست دقیقاً انتخاب من یادم احمقه مثل این نیست اون دختری که اون روز داشت فیلم بازی میکرد اون حقیقته روز اول که دیدمش مثلا در واسم بازی کرد من اون دختر است این اون نیست یه واسه خود دلیل درست میکنی دلیلی که الان اون دختر ان خوب شده این دختر خوب ان شده به خاطر اینکه من ماشین ندارم به خاطر اینکه من خونه ندارم به خاطر اینکه من کارم خیلی خوب نیست به خاطر اینکه من تو تخت خوب نیستم اون خیلی تاثیر داره ولی خارج از اون چیزای دیگر رو همیشه واسه خود دلیل میکنی که چرا اون طرف داره این اخلاق احمقانه رو انجام میده. به نظر من نباید کسی این کارو بکنه. منم خیلی یاد گرفتم دارم میگیرم ازت خداییش. یعنی دارم با تفریح دارم خیلی چیز دارم ازت یاد میگیرم عشقم. خیلی حال میده بره. دو ولی میگی که دلیل این که خوشحالی نیستی چیه؟ خیلی چیزا سوال تاثیر میذاره رو مغز آدم. حالا تو قاعدتا خیلی اکسپریانسات بیشتره. من خودم هزار تا چیز دارم ازت یاد میگیرم ولی همین دراماست. تأثیرش رو تو میخوای که آدم خوشحالی باشی ولی آردی میاد میره تو مخ تو و
اینا رو توی روزمره تو بالاخره تاثیر میذاره دیگه. حالا این یه سایده فقط. ببین هزار تا ساید دیگه هست. من میدونم که واقعا باید خدا رو شکر کنی از هر چیزی که خدا بهت داده، یا من یا هر کس دیگه تو این دنیا، ولی هر کس داره با یه دراما و یه داستانی تو زندگیش دست و پنجه نرم میکنه، ولی چه بهتر که کیل کنی تو این دراما. اول به خودت فکر کنی، اول به خوشحال بودن خودت فکر کنی، اول خودت رو دوست داشته باشی. کاری که مثلا من خودم خیلی کم میکنم. منم کم میکنم. آره. من خودم بدم میومد. نه که دوست داشتم خدا، من خودم بدم میومد. خیلی منم همین داستانا رو دارم. میدونی چی میگم؟ ایناست که داره تاثیر میذاره. من خانومم منو فیکس کرد. ببین میگم دختر واح. خوب دمش گرم واقعا. دختر خوبی تو زندگیت بعد تو هندلش بکنی، اونا خوشحال نگهداری، کمکت میکنه. این خیلی خوبه. خانومم هم به من میگفتش که مثلا تو خیلی خفنی، تو حرفایی که میزنی خیلی باحاله، چرا نمیری به مردم یاد بدی؟ گفتم بابا من چیزی بلد نیستم. بابا دیوونه. مثلا کاری که شخصی میکنم تو زندگیمون واسه مثلا بچه‌هامون و اینا، میگم کاری که تو میکنی و من بلد نبودم. واقعا شوهرش قرار من میخوام. مثلا شوهرم که با هم زندگی کردیم همه میگم یه دو از این کارا نکرده که تو میکنی. تو چجوری داره بلدی فلان اینا، بگی به بقیه یاد بده. بعد اون خیلی منو هیجانی کرد. بعد به من میگفتش که مثلا برو برای خودشون باشه تو رو ببینن. من با قیافم حال نمیکردم، چون من لاغر بودم و سیکس پک داشتم، بعد چاق شدم، با خودم مشکل داشتم. اینا کی واسه من بده اعتماد به نفس داده با این حرف دیگه؟ خانم به اعتماد به نفس داد، سپر هم یه مهر زد روش که تموم شد. بیا تو دانس. نمی چی گفته؟ گفت سوهل راست شو بخوای منم همین مشکل رو تو رو داشتم. یه چیزی بهت میگم که حرف همون گوش شده، هیچ کی نمیاد آنان تو رو بخواد قیافت رو میکنه. اگه میاد تو کانالت واسه کانتنت میاد، واسه حرفات میاد، تو میتونی یه گونی بکشی سر. ولی آدم میشه حرفات رو گوش میده. گفتم واو چه حرف راستی میزنه. چون تو اگه بخوای یه پسر سکسی رو میریخته الان چاق نیستی اون همان راستش رو بخوای اگه نمیتونم، چون قدت هم بلنده اتفاقا بهت میاد. این نظر شد. حالا من سیکس پک تو ندیدم، ولی رخ رخ یه پولدار بیکاره. جدی خفنه داشت، رخت جنتلمنه، سوتونه یعنی. خودم تیشرت هم خیلی خوشگله. تیشرت هم خودم تیشرت چی میگه؟ میگه ال به به از سال 1700 داره دینو بیابرو میکنه. حاجی چه فکته تو این حرفا؟ من الان بهش توجه کردم. پشمام تنها دلیلی که ما آزادی رو داریم بخاطر اینکه 200 سال علم اومده و کمک کرده. دقیقاً دین 1700 سال انسان عقب نگرداشت. هنوزم داره میکنه. هنوزم داره سرشو میکنه. ولی مثلا فکر کن یارو میگه آقا زمین گرده میکشتنش، یارو میگه آقا خورشید دور ما نمیچرخه، ما دور خورشید میکشتنش. علم نمیرفت جلو، علم از بین میبردن. کتابی که نمیشه آتیش میزنه مثل بقیه بخونه. با چه زهر 1700 سال طول میکشه که یکی بیاد بیرون و علم بتونه نشون بده. بله. گلگاو زبون میدادی به یکی گلش خوب میشد میکشتنه، میگفتن جادوگری. تا کجا میشه اون گل خوب میکنه؟ ببین چه خبر بوده حاج. این گاوی خیلی خیلی گاوی. امیدوارم که این گاو بودن به نه، فقط اگه بفهمیم گاویم خیلی میتونیم کنترلش کنیم. ببین اگه بفهمیم مغز داره به دروغ میگه میتونیم کنترلش کنیم. ایراداست دیگه. من مثلا خودم الان مدلم اینجوری سوئه، میشینم بیشتر به ایرادای اخلاقی خودم الان فکر میکنم، یعنی تو مخصوصا رابطه‌ام. یه سوال، حالا به فکر اگه هیچ ایراد اخلاقی نداری؟ ما؟ آره. اگه میشه سوه؟ آره. چون همه یه کامبینیشن انی هستیم از یه چیز میکس متفاوت. خب؟ آخه ببین نه آقا ما از ایران اومدیم دیگه، خیلی چیزای اشتباه هر کسی میکس خوبشو داره. خب هر کی میکس خودشو داره. ولی من دیدی که دارم اینه که هر آدمی مینیمم یه نفر رو میتونه تو لایف تایمش پیدا کنه که همین گویی که هستی دوست داشته باشه. آره آفرین. این هم خیلی زیبا گفتی. واقعا قشنگ میگی. من صبح که با میشم با یه قیافه کیری در دونه مسواک نزده میشینم، یه وری مثلا میزنم زیر فن اس، یه دونه هوملس تخمی زنم برات میشه برام میگه چای برات بیارم. خیلی این تمیزه. آره هر روز میگه خب یه دوش بگی بعد بشین کارا رو بکن. میره رو مخ بعد. حرف بدی هم نزده. مثلا صبح که از جمعه میشه میخوام نباشه. آره خانم هم میاد میگه یه گلم به من بده، یه پکم میزنه میره. اصلا بیشتر حال میکنی. اصلا عشق میکنم. ببین طرف تو پیدا کنی که تو رو بپذیره خیلی شیرین تره تو خود خوب کنی.
چون اگه من بخوام خودت جا بندازی تو دل طرفه، چرا؟ دقیقاً. چون من اگه به تو هر روز زنگ بزنم که بگم آقا با یه لمبا میخوام بیام دنبالت، بیا بریم بهت غذا بدم، تو هر روز میای نمیگی نه نمیخوام بیام. دقیقاً. ولی اگه اون رفیقی رو میخوای که زنگ بزنی میگی ماشینم خراب شده، میای با من که یه وقت خراب شد مجبور بشی تو حالش بری تا تعمیرگاه، تو اون رفیقو میخوای. دقیقاً. اون رفیقو یکی شاید تو بتونی پیدا کنی، ولی به اندازه موهای سرت میتونی رفیقی رو پیدا بکنی که حاضر با لامبورگینی میاد باد استیک بزنه. و هر کی زنگ بزنی میگه داشی آماده ام ماشین تام وسط دستوار میکشم، تو هم میشینه اتکلانش هم ماشین تو خوشبو میکنه. مطمئن باش. ولی به هر کونو زنگ بزنی بگی آقا بیا یه بار شما قول بده، میگه داداش شوخه من ما چند درد میگیرم. درد و گونه فلانا میسارم. این همه این درسی که من از زندگی یاد گرفتم و واسه همین چون چیزی که تو هستی، من نمیگم خوبی نمیگم بدی، میگم تو سهیلی، این سهیل رو یه آدمی میتونه بپرسته، تو اونو پیدا کن و تو هم اگه بتونی اونو بپرستی بهترین های زندگی برای اتفاق میفته. الان میاد یا نمیاد؟ فکر کنم که ما رو بپرسته. نه خودم میارمش. سوی جون آقا دمت گرم. دمت گرم خیلی ستونم آدم. من خیلی خستم ولی یه سورپرایز گست دارم برات امروز، میخوام که دیگه حاجی بیاد بشینه، من واقعا مردم توی نما دیگه، برنامه رو با اون بری ستون گنگ. اوکی. حالشو ببری جیگر. کی میخواد باشه؟ کی باشه؟ اون کسی نیست جز دختر پوریا پوتک. او شیت او شیت توری زیبایان. دمت گرم دمت گرم آقا. ریسپکت. آرازم من میرم دیگه با اجازه. چکه دمت گرم. فقط من الان خیلی خستم، من میگم این کار نکنی. چرا؟ خیلی خستی میگه خستی شدیم، بعد بذاریم یه روز دیگه، من بعد برم چند ساعت دیگه بعد جمعه هم تورنتو. من نمیدونم آقا، من نمیدونم.